گزارش BBC فارسی در مورد مرگ عامل بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی. شواهد نشان می‌دهد محمد رضا کلاهی در هلند کشته شده. یاد بوده هنریتا لکس، زنی که سالها پس از مرگ سلول‌های سرطانیش همچنان منشأ خیر است. و اولین کنفرانس ملی ویروس HIV در دوشنبه، دولت تاجیکستان میگوید وضعیت خطرناک است. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. پنج شنبه گذشته سالگرد انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی بود. انفجاری که هفتم تیر ماه 1360، 37 سال پیش، جان ده ها مقام جمهوری اسلامی را گرفت. حدود 3 سال پیش یک ایرانی در هلند کشته شد. مدت ها احتمال داده می شد که مقتول محمد رضا کلاهی صمدی بوده باشد، فردی که گمان می رفت بمبگذار حادثه هفت تیر بوده. پس از مدت ها تحقیق، BBC توانست بخشی از پرونده پلیس و پاسخ به بعضی سوالات مهم درباره این فرد را به دست آورد. آیا او عامل بمبگذاری هفت تیر بوده یا نه؟ و اگر بوده، چرا دولت هلند در این مورد سکوت کرده؟ و نهایتاً چه کسی او را کشته است؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از ژیار گل. شهر آلمیره، شهری کوچک در 40 کیلومتری آمستردام. مکانی مناسب برای خانواده. مرد ایرانی هلندی مثل هر روز کاری صبح زود از خانه خارج می شود، اما غافل از اینکه قاتلان حرفه‌ای منتظرشان. این تصاویر بازسازی شده پلیس هلند کشته شدن او را نشان می دهد. مقتول برای خانواده‌اش پدری مهربان بود و برای همکارانش تکنسینی وقت شناس و برای پلیس هلند فردی بدون سابقه خلاف. داستان‌های زیادی درباره او شنیده شده. بعضی می‌گویند او ممکنه در کار خلاف بوده باشد و ازش انتقام گرفتند. بعضی دیگر هم می‌گویند او احتمالاً اشتباهی کشته شده. اما آنچه پلیس هلند و خانواده‌اش هم از آن آگاه بودند و دیگران نمی‌دانستند، گذشته او در ایران بود. برای تحقیق درباره هویت این ایرانی به هلند می روم. می خواهم بدانم او کیست و چرا قاتلان حرفه‌ای او را کشتند. مرتضی صادقی از فعالان سیاسی ایرانی در هلند است. او از همان روزهای اول داستان قتل این ایرانی را دنبال می کرد. او می گوید پلیس هلند ابتدا حتی حاضر نبود نام مقتول را فاش کند. چرا ترور شده؟ وقتی وارد میشه میبینه درها بسته است، میبینه اسم مقتول مشخص نیست، خانواده مقتول با کسی صحبت نمی کنن. میان جلو میبینه پلیس هم نسبت به قضیه حساسیت داره، میان جلو میبینه سازمان امنیت هم وارد میشه. پس از چند ماه پلیس نام مقتول را اعلام میکند. علی معتمد، 56 ساله، تکنسین برق که از اوایل دهه 90 میلادی به هلند پناهنده شد. با یک زن افغان ازدواج کرده و پسری جوان دارد. وقتی که علی فهمیدم که علی معتمد هست، با کنترل کردن و جستجو کردن علی معتمد، من متوجه شدم که این نزدیکی‌های خیلی تنگاتنگی با خانواده کلاهی و خانواده صمدی داشت. اما علی معتمد چه رابطه‌ای با خانواده کلاهی صمدی می‌تواند داشته باشد؟ محمد رضا کلاهی صمدی دانشجوی رشته برق و تکنسین صدا در دفتر حزب جمهوری اسلامی بود. حکومت ایران او را عامل بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفت تیر 1360 می‌داند. در این انفجار آیت الله محمد بهشتی، 4 وزیر و 27 نماینده مجلس و ده‌ها مقام دیگر حکومت ایران کشته شدند. محمد رضا کلاهی صمدی به عراق گریخت و سالها با نام مستعار کریم در کمپ اشرف برای سازمان مجاهدین خلق در عراق فعالیت کرد. دادگاه انقلاب اسلامی ایران محمد رضا کلاهی صمدی را غیاباً به اتهام بمب‌گذاری
به اعدام محکوم کرد. اما آیا مدرکی وجود دارد که علی معتمد همان محمد رضا کلاهی صمدی است؟ در چند روز گذشته تلاش ما برای صحبت با مقامات هلند به جایی نرسیده. به وزارت کشور رفتم، با دفتر دادستانی صحبت کردم و امروز هم به اینجا به وزارت دادگستری و امنیت کشور اومدم. ما یک سوال از اونا داشتیم: آیا شما میتونید هویت مقتول رو تایید کنید؟ آیا شما میتونید با قاطعیت بگید که مقتول علی معتمد یا محمد رضا کلاهی صمدی؟ اما تقریبا همه این وزارتخانه ها و دستگاه های قضایی یک جواب داشتن، اونم این بود که ما نمیتونیم درباره پرونده ای که در دادگاه در جریان هست هیچ نظری بدیم. اما تلاش های ما از کانال های غیر رسمی بالاخره به بار نشست. توانستیم بخشی از پرونده تحقیقات پلیس درباره قتل علی معتمد را به دست آوریم. این مدارک نشان میدهند از همان ساعات اولیه تحقیقات همسر و پسر مقتول به پلیس میگویند نام حقیقی مقتول محمد رضا کلاهی صمدی است و او در ایران حکم اعدام داشته. الان در خونه یکی از دوستای مقتول بودم. ایشون حدود 3 ساعت باهاش صحبت کردم که متقاعدش کنم جلوی دوربین بیا داستان ایشون رو برامون بگه، اما خب خیلی نگران بودن. برای اونا هم کاملا 100% مطمئن بودن اونا که ایشون محمد رضا کلاهی صمدیه و میدونستن در ایران کاری کرده و دولت ایران دنبالش بوده. حدود 4 ماه پیش پلیس هلند و نهادهای امنیتی این کشور توانستند 2 نفر را به اتهام قتل علی معتمد دستگیر کنند. تحلیل امواج تلفن‌های همراه متهمان پلیس را به محل زندگی خلافکاران در جنوب شرق آمستردام کشان. آنان عضو گروه‌های تبهکار آمستردام بودند و برای قتل محمد رضا کلاهی صمدی استخدام شده بودند. به دیدار یکی از روزنامه‌نگاران هلندی می‌روم. شهرت او در پوشش قتل‌های گروه‌های تبهکار آمستردام است. معمولا در ترورها خلافکارا همدیگر رو میکشن. این بار قربانی یه برقکار بود. از همین جهت من پرسیدم چرا باید یه برقکار کشته بشه؟ چرا؟ اما حالا میدونم داستانی پشت این قتله. راستشو بگم راضی نیستم. کسی دهن باز نمیکنه. الیس الیان این پرونده رو از نزدیک دنبال میکنن. او از سکوت مقامات امنیتی درباره این قتل خوشنود نیست. سوال اینه، ایران چه نقشی در قتل شهر ما داشته؟ کی میخواسته مقتول کشته بشه؟ چیزی که از تحقیقات پلیس میدونم اینه که هیچ مدرکی نیست نشان بده مقتول رو با کارهای غیرقانونی، پولشویی یا مواد مخدر وصل کنه. هیچی. حدود 2 سال پس از کشته شدن محمد رضا کلاهی صمدی، یکی دیگر از مخالفان حکومت ایران این بار در لاهه هلند کشته شد. احمد مولا نیسی، رهبر عرب‌های اهواز، در جلوی خانه‌اش با ضرب گلوله مهاجمان کشته شد. چندین بار پدرمو تهدید کردند. به پلیس گزارش دادیم. متاسفانه پلیس هلند کاری نکرد. نمیدونیم کی پدرم رو تهدید میکرد. اما میدونیم به عنوان رهبری کاریزماتیک که گروه‌های مختلف اهواز رو متحد میکرد، او دشمنان زیادی در داخل و خارج ایران داشت. یکی از مأموران سابق ضد اطلاعات هلند میگوید آمران این قتل‌ها نمیتواند کار تبهکاران باشد. There are many clear examples of assassination, political assassinations. In the 80s, we had former Shah. نمونه‌های زیادی از ترورهای سیاسی در اروپا داریم. در دهه 80 کارمندان شاه در وین و پاریس ترور شدند و ترور مشهور مکونوس در برلین را در اوایل دهه 90 داریم. اگر به ترور مکونوس که رهبران کرد را کشتن نگاه کنیم، می‌بینیم شباهت‌های زیادی با 2 ترور اخیر در هلند دارند. هر 3 ترور از شیوه تبهکاران استفاده شد. ترورها نیابتی بودند. تروریست‌ها استخدام شده بودند و خیلی حرفه‌ای بودند. سلاح‌های خودکار داشتند. در نمونه هلند از BMW استفاده کردند. در روز روشن ترور کردند. هیچ اثری هم از جرم به جان نگذاشتند. شباهت‌های زیادی بین مکونوس و ترورهای هلند هست.
در چند سال گذشته خبرهای زد و نقیزی درباره عاملان بمبگذاری هفت تیر و هشت شهریور سال 1360 در مطبوعات ایران گزارش شده. جواد هاشمی نژاد که خود از خانواده کشته شدگان هفت تیر است، شهریور سال گذشته گفت اطلاعات او حاکی از کشته شدن کلاهی و مسعود کشمیری عامل بمبگذاری هشت شهریور دارد. او گفته به احتمال قوی توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. این آرامگاه محمد رضا کلاهی صمدی است، مردی که حدود 3 دهه پیش از سازمان مجاهدین خلق جدا شد، گذشتش رو کنار گذاشت و حتی حاضر شد که هویتش رو تغییر بده. سوال اینجاست، مردی که عضو سازمان مجاهدین خلق بود برای سالها، عامل بزرگترین بمبگذاری ایران بود به خاطر این سازمان، اما 3 سال از کشته شدن او میگذره، اما ما هیچ گونه اظهار نظری از سازمان مجاهدین خلق درباره محمد رضا کلاهی صمدی نشنیده ایم. چرا؟ به دنبال جوابی برای این سوال به پاریس میروم، برای دیدار با شخصی که سالها عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بود. اگر که مجاهدین در رابطه با این موضوع بخوان موضع‌گیری کنن، چون کشتن محمد رضا کلاهی دقیقاً وصل به انفجار حزب جمهوری اسلامی، در واقع باید در رابطه با آن انفجار هم پاسخگو باشن و در مورد اون هم توضیح بدن. در همین رابطه نمیتونن در کشورهای اروپایی که مستقر هستن به این سوال پاسخ بدن، به خاطر اینکه محمد رضا کلاهی اگر که چنین عملی را انجام داده باشه، از نظر سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی، از نظر قوانین اروپایی یک تروریست محسوب میشه. عاطفه اقبال در عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین شرکت داشت و سالها در کمپ اشرف بود. به نظر من اساساً این کار نمیتونه کار مجاهدین باشه، به این دلیل که اگر مجاهدین میخواستن چنین اکتی رو انجام بدن، خیلی راحت تر میتونستن زمانی که محمد رضا کلاهی در کمپ اشرف بود این کار رو انجام بدن. در دیدارهایی که با کارشناسان و روزنامه نگاران هلندی داشتم، آنان میگفتند دولت هلند علاقه‌ای به آشکار کردن هویت واقعی مقتول و عامران این قتل‌ها را ندارد. فشارهای زیادی روی پرونده هست. خیلی نگرانن که این به جنگ دیپلماتیک منجر بشه. دولت ما میخواد پرونده کوچیک باشه و تنها درباره قتل. دو متهم هستن، دادگاهی شوند و بعد پرونده زود بسته بشه. داستان محمد رضا کلاهی صمدی و انفجار هفت تیر سال 1360 بخشی از تاریخ معاصر ایران است. حال او کشته شده، اما پرونده عامران این قتل همچنان باز است. ژیار گل، بی بی سی، آمستردام. پورتری هنریتا لکس در موزه ملی پورتری آمریکا به نمایش گذاشته شد. خانم لکس بیش از 60 سال پیش مرده، بدون آنکه بداند در پیشرفت علم پزشکی مؤثر بوده. سلول‌های سرطانی دهانه رحم او در تحقیقات پزشکی بسیاری از جمله ساخت واکسن فلج اطفال استفاده شده. سام فرزانه در گزارشی که از واشنگتن فرستاده درباره اهمیت داستان خانم لکس در علم پزشکی و اخلاق پزشکی میگوید. پورتری زنی مذهبی که کتاب مقدس را سپر عضو سرطانی بدنش کرده. به نشانه سلول‌های سرطانی برداشته شده از دهانه رحمش، 2 دکمه از لباسش کم شده. طرحی از گل زندگی بر دیوار پشت سرش به نشانه بیمرگی آن سلول‌ها. و کلاهی چون حاله نور قدیسان بر پشت سرش، نمادی از جاودانگی و کمکی که به بشریت کرده. تصویری از هنریتا لکس، زنی که سلول‌های بدنش پایه بسیاری از تحقیقات پزشکی بوده، از فلج اطفال تا سرطان، ایدز و غیره.
دانشمندی در بیمارستان جانز هاپکینز بدون اطلاع خانم لکس سلول‌های سرطانیش را برداشت و در محیط آزمایشگاهی کش داد و یکی از نخستین رده‌های سلولی نامیرا را برای تحقیقات به وجود آورد که هنوز از آنها استفاده می‌شود. ما شدیداً تلاش می‌کنیم داستان زندگی کسانی رو بیاریم که در حاشیه تاریخ بودند، کسانی که به علم پزشکی، فرهنگ و تاریخ در آمریکا کمک کردند و کسی اسمشون رو نمی‌دونه. حالا اون اینجاست با داستانش که هر دانش آموزی که پایش رو به موزه ما می‌گذاره با اون آشنا بشه. داستانی که هنوز به کتاب‌های مدرسه راه نیافته. بدن هنریتا لکس در قبری بی‌نشان دفن شده، اما بعد از گذشت 6 دهه از مرگ او پیدا کردن رد سلول‌هایش سخت نیست. مثلا در این آزمایشگاه دانشگاه جورج میسن که دکتر فتاح کاشانچی از سلول‌های هیلا گرفته شده از بدن هنریتا لکس برای پژوهش‌های مربوط به درمان سرطان و ایدز استفاده می‌کند. سلول‌های هیلا و خیلی از سلول‌های دیگه، ولی مخصوصاً هیلا، از یه دونه که میشن دو تا سل، سلول‌ها قیافه‌شون عوض میشه و گرد میشن الان، و توی این مرحله گردی هستش که دیگه نمیچسبن. برای همینه این دو تا سلول‌ها که نچسبیدن الان راحت میتونن پخش بشن. ببین، قبل از اینکه ما وارد موش بشیم یا قبل از اینکه وارد قسمت‌های بدن انسان بشیم، باید یه سری از کارامونو در توی تست تیوب و بیرون از بدن انجام بدیم. شما یکی دو تا از این چیزایی که پیدا کردید اینا رو میبرید توی موش، و یکی یا دو تا از اون چیزایی که پیدا شد در موش رو میبرید به انسان. نتیجتاً شما میخواید اول سوالای زیادی انجام بدید، باید سلولای استفاده کنید مثل هیلا که راحت روش کنن بیرون از بدن. سلول‌های سرطانی هنریتا لکس در بیمارستان دانشگاه جانز هاپکینز از بدنش جدا شد و کمک بسیاری هم به علم کرد. برای همین هم این پلاک یادبود رو برای خانم لکس در بیمارستان نصب کردند. اما در این حال چون این کار بدون رضایت و اطلاع خانم لکس بود، این سوال هم مطرح شده که حد و حدود اخلاقی چنین کاری کجاست و محققان و پزشکان در مواردی از این دست باید چه بکنند؟ در مرکز درمان سرطان در بیمارستانی دیگر به دیدار دکتر مهسا محب‌تاش می روم که داروهای جدیدی را برای درمان بیماران آزمایش می کند. معمولاً اولین بار این توسط پزشک به مریض توضیح داده می شه، و اگر علاقه مریض داشته باشه که در اون تحقیقات شرکت کنه، ما به صورت نوشتاری یک فرم‌های رضایت رو تهیه کردیم که همینطور که می‌بینین شامل همه چیز میشه و توضیح میده که چرا این تحقیقات داره انجام میشه، توضیح میده که چه روشی استفاده میشه، فرقش با روش استاندارد معمولی چی هست، نتیجهش برای کیا کاربرد داره و احتمالاً مثلا چه خطراتی امکان داره برای اونها داشته باشه. و این فرما قاعدتاً از یکی دو صفحه هم بیشتره دیگر. مثلا این به طور متوسط 28 صفحه است. البته همشون به این طولانی نیستن، ولی بستگی داره که چقدر مسئله پیچیده باشه. شما حتی وقتی که میخواید یک عضو مشکل دار رو، یک بخشی از بدن که اون بیماری بهش صدمه زده، اون رو هم از بدنشون بیرون بیارید، باز هم باید همینطور ازشون اجازه بگیرید، نه؟ بله درسته. برای اینکه متعلق به بیماره و باید با اجازه اون باشه. 4 اصل کلی تحقیقات پزشکی: یکیش حق اختیار مریضه که مریض حق انتخاب داره، یکیش سودرسانی تحقیقات پزشکی، یکی عدم ضرر و آسیب نزدن به مریضه و گروهی از مریضاست، و آخریش که عدالته، که شما تحقیقات پزشکیتون باید عوارض و سود تحقیقات رو به صورت مساوی بین شرکت کننده ها تقسیم کنند. تحقیقاتی که با سلول‌های بدن هنریتا لکس انجام شده برای او سودی نداشت، اما به نمایش گذاشتن پورتری از او در یکی از موزه‌های ملی آمریکا گامی برای اجرای عدالتی دیرهنگام است. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن.
برای اولین بار در تاجیکستان کنفرانس ملی ایدز و اچ‌آی‌وی برگزار شده تا راه‌های تازه جلوگیری از گسترش این ویروس را مشخص کند. طبق آمار رسمی، حالا در این کشور نزدیک به 8000 فرد حامل ویروس اچ‌آی‌وی به سر می‌برند. با وجود تلاش‌های دولت و جامعه جهانی، هر سال در تاجیکستان صدها نفر به این ویروس مبتلا می‌شوند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگارمان سهراب ضیا از دوشنبه. کنفرانس ملی ایدز و اچ‌آی‌وی در شهر دوشنبه فرصت برای پیدا کردن شیوه های نوی مقابله با این ویروس که در تاجیکستان آن را وبای عصر نام می‌برند. در این کنفرانس از وضعیت موجود در کشور زنگی خطر زده شد. در 10 سال اخیر سرایت ویروس نارسایی مسئولیت آدم در تمام قلمرو جمهوری پهن گردیده. سرایت یابی اساساً در بین نشماندان تزریقی، مهاجران مهنتی، شخصان رسانیدن خدمت‌های شهربانی، محبوسان مشاهده کرده می شود. در سال 2017 و 3 ماه اول امسال بیش از 1500 مورد نوی ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی در تاجیکستان آشکار شده است. مسئولان بهداشتی تاجیکستان می گویند یکی از هدف‌های برگزاری این همایش جلوگیری از افزایش ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی در این کشور است. این مرد 12 سال است که با ویروس اچ‌آی‌وی زندگی می کند. 10 سال پیش سازمانی را تأسیس کرد و جانی دست کم 1000 متات تزریقی را مانند خودش از مرگ نجات داد. می گوید در راه مبارزه با ایدز و اچ‌آی‌وی موانع زیاد است. مانع اصلی مشکلات مالی است. عمدتاً سازمان های بین المللی به ما کمک می کنند. دولت هم باید برای مقابله با این ویروس به ما دستی کمک دراز کند. مانع دیگر برخورد جامعه با ماست. باید اطلاعات درست را به مردم داد. رسانه ها برای از بین بردن تعصب نقش مهمی می توانند اجرا کنند. نکته جالب این کنفرانس مشارکت نمایندگان دولت، قوه قضاییه، سازمان های بین المللی و غیر دولتی در بحث و بررسی ها پیرامون وضعیت ایدز و ویروس اچ‌آی‌وی در تاجیکستان بود. طراحی کنفرانس به این صورته که در پنل ها و در گروه های کاری تمام شرکت کننده ها مشکلاتشون رو ارائه می کنن. تبادل نظر هست بین سازمان های مختلف، سازمان های بین المللی، سازمان های مردم نهاد برای ارائه مشکلات و راهکارهایی که می شود اون مشکلات رو حل کرد. اولین مورد ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی در تاجیکستان 27 سال پیش ثبت شد. حالا در این کشور 54 مرکز ایدز به نیازمندان خدمات رایگان ارائه می کنند. از نزدیک 8000 حامل ویروس اچ‌آی‌وی بیش از 5000 نفرشان درمان ضدی رترو ویروسی می گیرند. دولت تاجیکستان سال گذشته برنامه ملی مقابله با ایدز را در دوره تا سال 2021 تصویب کرد. کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان در مقابله با ویروس اچ‌آی‌وی به پیشرفت واقعی دست یافتند. اما پارسال 1207 مورد نوی سرایت ثبت شد. در خارج از آسیای میانه و اروپای شرقی کاهش تند سرایت از ویروس اچ‌آی‌وی مشاهده می شود. این بدان معناست که برنامه های مقابله با این ویروس را باید گسترش داد. سازمان های بین المللی می گویند سرمایه‌گذاری در برنامه های مقابله با ایدز در کشورهای منطقه را به تدریج کاهش خواهند داد. یعنی تاجیکستان باید خودش برای سرمایه‌گذاری در این برنامه ها آماده شود. در غیر این صورت با چالش های جدی در زمینه مقابله با ویروس اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز روبرو خواهد شد. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. مردم کابل از روز جهانی المپیک تجلیل کردند. اولین حضور افغانستان در بازی‌های المپیک به مکزیکو سیتی برمی‌گردد 50 سال پیش، اما سال‌ها جنگ حضور ورزشکاران را در این بازی‌ها بسیار کم رنگ کرده و این کشور فقط در رشته تکواندو موفق شده مدال بگیرد. جزئیات بیشتر از زمزمه نیازی از کابل. رقص شمشیر، مبارزه زنان شمشیرباز در جامعه مردسالار افغانستان.
در مراسم تجلیل از روز جهانی المپیک کابل. گوشه دیگر تیم پهلوانی افغانستان. وارثان ورزش باستانی کشور تجارب خود را به نمایش می‌گذارند. پا به پای جوان‌ترها. تماشاچیانی که با خبرهای جنگ عادت کرده. این لحظات فرصتی است برای دور انداختن غصه ها. یعنی بر طبقه اونا شاید سخت باشه. برای دختران عبور از سد باورهای جامعه سنتی و قدم گذاشتن در این محیط مردانه هزینه های زیادی دارد. مبارزه برای از بین بردن نابرابری جنسیتی یک اولویت است. در اجتماع امروزی که زندگی میکنیم باید از خود دفاع کرده بتانه و به نظر من تکواندو بهترین ورزش است. و همچنان در اجتماعی که ما زندگی میکنیم شاید برای دختر خانم ها قسم ورزش ها کاملا مشکل باشه و یا اجازه فامیلی نداشته باشن و یا از طرف جامعه برشان مشکل خلق شود و واقعا مشکلات. نیروهای جدید ورزشی از حاشیه میدانهای جنگ وارد عرصه زندگی مردم شده. حضور تیم‌های ورزشی افغانستان در مسابقات بین‌المللی توانسته تا حد به بازسازی تصویر این کشور در اذهان عمومی کمک کند. کشوری که نامش با جنگ و خشونت عجین شده، طبع زندگی در آن هر از گاهی با مدال‌هایی که ورزشکاران آن کسب می‌کنند شیرین شده. زمزمه‌نیازی، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.